با نام تو آغاز میکنیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم. و با تقدیم صلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت عصمت و طاهر ایشان، و عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی. بسیار خرسند و مفتخر هستیم که باز هم با برنامه به وقت بیداری مهمان نگاه های شما مؤمنان روزدار هستیم. هر جایی که هستید انشاءالله که جانتان جور باشه، طاعات عبادتان قبول باشه، روزه هایتان قبول باشه. در ایام سوگواری مولای متقیان، امام پارسایان، امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار داریم. تسلیت میگم خدمت همه پیروان علوی و تشنگان عدالت ناب علوی. طبق دوشنبه ها در خدمت کارشناس بسیار بسیار گرامی، فرهیخته گرامی، جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد رضوی هستیم. سلام علیکم جناب استاد، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان. تسلیت میگم ایام سوگواری امیر مؤمنان علی علیه السلام خدمت شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی رکن الدین و امام المتقین مولانا علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و صلوات المسلین. عرض سلام دارم خدمت شما و محضر همه بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام را، و همچنین مناسبت ایام لیالی قدر خدمت عزیزان انشاءالله میمون باشد با دعا و عبادت و ذکر خداوند متعال انشاءالله. خب بینندگان عزیز و گرامی، اگه یادتون باشه ما در چند هفته اخیری که در خدمت استاد رضوی هستیم با موضوع شرح و تفسیر خطبه متقین یا خطبه حمام از خطبه های امام علی علیه السلام در نهج البلاغه خدمت شما بودیم، و امشب هم که در شبی هستیم که شبی گذشته شب ضربات خوردن مولای متقیان، و فردا شب هم شب شهادت آن امام همام هست، چه بهتر این که سر دسترخوان بسیار بسیار پربها و پرنعمت نهج البلاغه بشینیم و از زبان کارشناس محترم درباره اوصاف پارسایان بیشتر بشنویم، و خدا انشاءالله که خداوند به ما و شما توفیق بده که ما هم در این مسیر و به برکت کلام مولا قدمی برداریم. جناب استاد رضوی، در هفته های گذشته در واقع وارد شدیم به اون بخش هایی که حضرت اوصاف پارسایان میشماره، یک مقدمه بود و بعدم شروع کردن که متقین کی هستند، چی ویژگی هایی دارن. ادامه اون اوصاف را مشتاق هستیم که از زبان شما بشنویم که برای امشب ما شما از دسترخوان بسیار با برکت نهج البلاغه چی تحفه آوردی. همونطوری که در برنامه های قبل عرض شد، حضرت در فضائل پرهیزگاران بله خصوصیات را مطرح کرده، فرمودن اینها منطقشان ثواب است و ملبسشان اقتصاد است.
مشی انسانهای پرهیزگار تواضع هست و در فضیلت چهارم حضرت می‌فرمایند غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. پرهیزگاران فضائلی که دارند، یکی از فضیلت‌هایش این است که اینها چشمانشان را می‌بندند از اون چیزی که خدا بر اینها حرام کرده. خب حضرت واقعا در این قسمت که حقیقتا مصادف شده با ایام شهادت حضرت علی علیه السلام، بله، با یک بیان زیبا و بسیار بسیار با اهمیت و با ارزش پرنکته در فضائل پرهیزگاران میپردازه و به او اشاره داره. بله، در این قسمت میفرماید خب یکی از خصوصیات پرهیزگاران، یکی از فضائل پرهیزگاران، یکی از صفات پرهیزگاران این است که اینها چشمشان را از اونچی که خدا بر اونها حرام کرده میپوشانه. خب اگر ما این کلام را باز کنیم، این جمله را باز کنیم، حضرت اشاره داره به جایگاه ویژه چشم در جسم انسان و بدن انسان. شاید این نکته را واقعا دقت نکرده باشیم که هیچ یک از اعضای بدن کاربردش مثل کاربرد چشم نیست. چرا؟ علتش اینه که چشم با اون کوچیکی که داره، جسم لطیفی که داره، در حقیقت یک منبع فروزان در ارتباط با اشیاء خارجیه و همونطور این دامنه اشیاء خارجی را داخل بدن انسان با یک کیفیت خاصی میکنه. بله. یعنی هیچ یک از اعضا این ارتباط را نداره. ببینید چشم شاید میلها، کیلومترها و مترها دامنش وسعت داره برای دیدن. یعنی هر چی را که در قسمت دید چشم قرار داره این را میبینه، با اون لطافت وارد مغز میکنه. بله. مغز تحلیل میکنه و او را میسپاره در داخل بدن. حالا در هیچ مغز یک در قلب. مغز، در قلب، بعد تأثیراتی که ناشی میشه از این دید در وجود انسان، هیچ یک از اعضا شاید این کاربرد رو به این کیفیت نداشته باشه. لذا حضرت میفرماید این ارتباط مستقیمی که چشم با همه عالم داره و در واقع اون چرا که میبینه، اون منشأ تشعشعات خودش رو جذب تمام وجود میکنه، حضرت به این اهمیتی که چشم داره اشاره میکنه. میگه انسانهای پرهیزگار میپوشانند چشمانشان را از اون چیزی که خدا بر اونها حرام کرده. خب ما اگر ببینیم این عضو بسیار لطیف دو تا کاربرد در وجود انسان داره، هم کاربرد خوب میتونه داشته باشه، هم کاربرد بد میتونه داشته باشه. بله. کاربرد خوبش اینه که اگر این چشم را ما در راه دیدن اون چی که انسان را جذب میکنه به سوی خدای متعال و مرتبط میکنه با اون پیوند حقیقی که انسان باید داشته باشه، اگر ما چشم را در این مسیر استفاده کنیم، بهترین فایده برای وجود انسان، معنویت انسان، روحانیت انسان، قلب انسان، بدن انسان و پاداش هایی که برای بالاخره این دید هست میتونه داشته باشه. بله. لذا حضرت امام صادق علیه السلام به این اهمیت اشاره میکنه، میگه هیچ چیزی که برایش وزن هست، کیل هست، نمیتونه مثل یک قطره اشک باشه که از چشم انسان خارج میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این قطره چشم، قطره اشک خاموش میکنه دریاهای از آتش را. ببینید در ادامه حدیث داره که ازا اغرق رقت به ماها لا یرحق وجهه قطر ولا ذله. اگر قطره از اشک انسان یا به تعبیر مقدار کم از اشک انسان
صورت انسان را بپوشانه، میگه این صورت دیگه هیچ وقت دود و غبار سیاه رنگ ننگ ها، آثار گناه، عواقب خطرناکی که برای انسانهای بد هست و همچنین خاری ها نمیپوشانه. یعنی خب، این عشقی که از ترس خدای یا برای مثلا از شوق خداوند هست، ای چقدر ارزش داره؟ بله، این کارکرد کارکرد چشمه. خب در این شبها شبهای بله. بمناسبت نیست، با مناسبت هست. شبهای قدر، شبهایی که حضرت علی علیه السلام در این شبها اون روح عارفانش عروج میکنه و به فوز الهی میرسه، چی بهتر که ما از این چشم در راهی که واقعا برای ما این پاداش ها را داشته باشه ازش استفاده کنیم. خب عتبات عالیات، حرم های مطهر ائمه طاهرین، مساجد، در خانه خلوت کنیم، بالاخره خود ما را، روح ما را بسپاریم به اون متعالی که در این شبها برای مؤمنین نصیب میشه. خود ما را به اعتنا نباشیم، مهم این است که به اعتنا نباشیم و یک توجه خاصی داشته باشیم. بله، نه تنها به اعتنا نباشیم، خب بالاخره شبهای عبادت، شبهای طاعت، شبهایی است که واقعا از این چشم ما میتونیم بهترین کاربردها را بهره ببریم. درست. با اون ذراتی که از چشم انسان سرایت میکنه و به روح انسان میرسه، از ترس خدا، از ارتباط با خدا، بله، از توبه، از گناهانی که داریم، خب چرا ما این بالاخره ذلت ها، خاری ها و اون ننگ هایی را که در زندگی هر انسان هست از زندگی ما دور نکنیم. خب این یک فایده ای که از برای چشم هست و حضرت امام صادق در ادامه فرماید هرگاه این قطره ها به صورت انسان بریزه، خداوند آتش را خاموش میکنه، خداوند این بدن را در آتش نمیسوزانه. این یکی از فایده های چشم است. ببینید اگر ما واقعا توجه کنیم به این نکته، حضرت علی علیه السلام فرماید آقا مواظب چشم خودت باش، در کجا از این مسیر استفاده میکنی. و برعکسش، چشم میتونه عامل گناهان مختلف هم در زندگی انسان باشه. خب این قسمتش اجازه بدید که یک وقفه و یک درنگی داشته باشیم و باز برمیگردیم خدمت شما ادامه گفتگو. بله، امام صادق هم علیه السلام هم میفرماید اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک. میگه وقتی که روزه گرفتین با تمام وجود روزه بگیرید، یعنی که از گناهان بپرهیزیم. امیدواریم که خداوند در این روزها و ما توفیق روزداری واقعی را عنایت بفرماید. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. شب بود و عشق بود و علی بود و جاه بود، شب بود و عشق بود و علی بود و جاه بود، فریاد بی صدا غم دل بود و آه. دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او، صبح سفید همچو دل شب سیاه بود. دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود. خونش نصیب دامن محراب کوفه شد، آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود. یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید، اشک شبش به غربت روزش گواه بود. دستش برای مردم دنیا نمک نداشت، عدلش به چشم بی نگهان اشتباه بود. هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب، حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود. مولا پس از شهادت زهرا غریب شد، زهرا نیار او که بر او یک سپاه بود.
وقتی که از محاسن او می چکید خون، عباس را به صورت بابا نگاه بود. میزم هزار حیف که پوشیده شد ز خون، رویی که بهر گم شدگان شمع راه بود. رویی که بهر گم شدگان شمع راه بود. مثبت 964 780 255 4013. بله، این شماره ای که خواندم، اما قسمی که شما بینندگان عزیز گرامی هم خبر دارین، پول ارتباطی ما با شما بینندگان هست. از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما مرتبط شوید. هر نوع دیدگاه و پیشنهاد، نقد و نظری که دارید درباره برنامه های تلویزیون جهانی هادی و این برنامه، مخصوصا موضوع گفتگوی امشب، احساسی که دارید در با ما در میان بگذارید، بسیار بسیار خرسند میشیم ما. اجازه بدید برگردیم خدمت جناب استاد رضوی و ادامه گفتگو. بله، شما درباره اهمیت چشم و اینکه اگر انسان از این عضو حیاتی و رئیسی بخواد درست استفاده کنه، به چه پله های ترقی قدم میگذاره و چقدر در سعادت و نیکروزی انسان نقش داره. جناب استاد رضوی، همو قسمی که هر عضوی و هر ابزار ممکن استفاده درست ازش شود و برای سعادت انسان نقش داشته باشه، ممکنه استفاده نادرست هم شود. آنچه که به اسم گناهان چشم هست، اگر برای ما یک مقداری برشمارید تا ما بیشتر آگاه شویم و احتیاط کنیم و پرهیز کنیم از اونا. حضرت علی علیه السلام وقتی می فرماین و غز و ابصارهم عما حرم الله علیهم، توجه به این نکته داره که پرهیزگاران چشمانشان را غز میکنن، یعنی میپوشونند از اون چیزی که خدا بر اونها حرام کرده. بله. خب یکی از کاربردهای ناشایست چشم که واقعا باعث گناه میشه، نگاه کردن به نامحرم. ببینید، در این شبهای قدر که مناسبت ها زیاد هست، رفت و برگشت ها زیاد هست، اجتماع خانواده ها، جوانان عزیز خب شرکت میکنن در مراسم لیالی قدر، در مسجد ها، در حسینیه ها، در عتبات. یکی از نکاتی که بسیار بسیار سبب تقوا، پرهیزگاری و رسیدن انسان به قله های سعادت میشه که حضرت علی علیه السلام اینه به عنوان یکی از صفات پرهیزگاران سفارش میکنه، اینه که انسان چشم خودش رو از نامحرم بپوشونه. درست. یعنی نگاه به نامحرم، نگاه به نامحرم یکی درست. از مصیبت هاییست که واقعا جامعه را دچار بحران میکنه، دچار، حالا اگر فرصتی باشه انشالله در خلال برنامه اشاره خواهیم کرد، دچار بحران و بحران زدگی و فتنه ها میکنم. لذا یکی از خواهش هایی که از عزیزان داریم در این شب ها، مراقب چشمان خودشون باشن، مخصوصا جوانان، دختران و پسران. درست. و این یکی از آفت هایی است که از اون حضرت علی علیه السلام پرهیز میتن، میگه در این مورد بسیار مراقب چشم خودتان باشید. درست. حالا یک حدیث هم هست، من دقیقا یادم نیست که از پیامبر هست یا از یکی از امام هم هست، از اماما هست که میفرماید ان نظر و سهمون من سهام، بسیارین تعبیری هم درباره چشم به کار رفته. ولی خب این سوال پیش میاد، مخصوصا بعضی از مخاطبای ما در یک کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنن یا در بعضی کشورهای اسلامی که اون حجاب شرعی در اونجا ممکنه رعایت نشه و خامخا وقتی که در کوچه و در سرگ و در دکان و این طرف و اون طرف وقتی که رامیرن، خب با حالا مثلا اگر مرد باشن با زنان زیادی سر و کار دارن که اونها ممکنه اون حجاب ندارن، خب چه قسمی میشه اینجا تکلیف؟ این همی که نگاه میفته، این البته گناه هست. خدمتتون عرض کنم که خب این مسئله مربوط میشه به فتاوی مراجع اعظم. بله. ولی اون مقداری که سبب حفظ انسان از فساد میشه، جلوگیری از نگاه هایی که باعث فساد باشه و فساد انگیز باشه، مسلما لازم و واجبه. درست. اما اونطور که حضرت آیت الله العظمای سیستانی خب فتواش برای همگان بله
میسر هست و در دسترس، ایشان می‌فرماید اگر کسی واقعا عبا نداشته باشه از حجاب، خودش رو عریان کنه، درست رعایت نکنه، رعایت نکنه، یا اصلا معتقد به حجاب نباشه، این مسلمان نباشه. بله، در هر صورت حجاب نداشته باشه. خب نگاه کردن بدون شهوت نسبت به اونها اشکالی نداره، در صورتی که خب فساد انگیز باشه نگاه ها رو باید حتما ما کنترل کنیم. درست. پس غض نظر، یعنی غض نظری که شهوت انگیز باشه. بله، انسان رو به فساد بکشانه با توجه، با عمد، با اختیار و نگاه هایی که به تعبیر شما فرمایش روایت سهم از سهام شیطان باشه، اون نگاه دیگه مسلماً غض از اون واقعا لازم بلکه واجبه. بله، این یک مورد. نگاه غضب‌آلود به افراد با ایمان، یکی از گناهان چشم انسان نسبت به کسانی که زیر دست این هاست یا افراد با ایمان. بله. خانواده، اولاد، بچه ها نگاه های بکنه که باعث ترس اینها شود. البته مواردی داره که باعث تربیت است، ما اونجا را استثناء میکنیم، اما بعضی ها رو میبینی وارد خانه میشه، مثل به تعبیر حالا بگیم شمر ابن زلجوشن با اون بالاخره تازیانه وارد خانه میشه، و واقعا هم داریم ما کسانی. بنده خودم کسی را دیدم که این بنده خدا روزها میرفت کار، به مجردی که داخل خانه میشد این خانومش را دیگه بند خدا را واقعا زیر دست و پا، زیر ضرب و شتم میگرفت و در روز در حقیقت دو سه مرتبه این قضیه تکرار میشد. حالا اگر برای اولاد زدن تا حد شرعی خودش یا تا حد شرعی برای تربیت تنبه خانواده میگه. تنبه باشه. تربیتی باشه، مواردش موارد خاصی استثناء شده و دین اسلام حتی اونجا هم اگر کاربردهای دیگری باشه به زدن و ضرب و شتم توجه نمیکنه، دستور نمیده. اگر مجبوری باشه خب بالاخره در حد استثناء هست، یعنی اونا قاعده نیست. بله، اما نگاه غضب‌آلود به افراد با ایمان بعضی ها رو میبینی یک طور نگاه میکنه طرف افراد که وقتی ببینی طرف ای از چهرش واقعا خشم میباره، این نگاه کردن از نگاه های حرامه. و نگاه به کتب مختلف ممنوع، یکی از چیزهایی که در عصر فعلی ما واقعا رواج پیدا کرده، بعضی از کتب زاله در اختیار همگان قرار میگیره. نمیگیم کتاب، حالا کتاب به اون معنای بین دفتین که بین دوتا جلد هست و اوراق مختلف داره، نگاه کردن به مطالبه که باعث وهن دین شود. اگه ما به هر صورتی تعبیر به محتوا کنیم، یعنی محتوای غیر اخلاقی یا محتوای باطل، محتوای باطل، تصویر باشه، فیلم بله. باشه، حالا اونا رو بعد بحث بعدی ما نگاه به مطالبی که واقعا اینها ممنوع هست، مثل آموزش سحر فرض بفرمایید، نگاه کردن به مطالبی که ادیان مختلف و منحرف اینها رو مطرح میکنه، نگاه کردن به کتابها، مجلات، روزنامه هایی که اینها شهوت انگیزه و به خصوص صحنه های نامناسب در فضای مجازی که دیگه الان متاسفانه در دسترس همگان هست. بله، اینها از نگاه هایی است که حقیقتاً حضرت علی علیه السلام میگه اگر شما پرهیزگاری و ایمان به خدای متعال داری و رعایت تقوا و پرهیزگاری رو میکنی، بله، باید یکی از صفاتت این باشه که غض و ابصارهم اما حرم الله علیهم، اینها چیزایی است که واقعا حرامه. صحنه های حیرت آور و شهوت انگیز در فضای مجازی، ببینید عزیزان الان در اختیار جوانان ما قرار دارد، در اختیار دختران، پسران و حتی اطفال خردسال و کودکان ما قرار دارد. اگر ما واقعا میخواییم در جهت تقوا و سازندگی خود ما و خانواده ما گام برداریم و به خصوص بنده تأکید میکنم وظایف پدران خانواده و مادران خانواده و بزرگتران خانواده اینه که جوانا را از این صحنه هایی که تنها با چشم انسان به طرف شهوت های فاسد کشیده میشه حفظ کنه.
فضای مجازی در اختیار همگان، موبایل ها در اختیار همگان. عزیزان، جوانان ما، دختران ما، پسران ما، اگر به فرمایش علی علیه السلام عمل میکنید و دنبال رو علی علیه السلام هستید، بیایید این چشما را در این شبها، مخصوصا نمیگم منحصر به این شبها نیست، اما چون شبهای ضربت خوردن مولای شماست، شبهایی است که دنبال طاعت و عبادت و تقوا و سازندگی باید باشیم. بله. شبهایی است که مقدرات ما تا یک سال دیگر در این شبها تعیین میشه از طرف خداوند متعال. ما این چشما را در مسیر که خلاف خواست علی علیه السلام و خواست دین بالاخره به کار نبریم. نگاه های حرام را در این شب درش را ببندیم و به خصوص که سفارش بکنم، چون داخل همه خانواده ها یا بیشتر خانواده ها هست، استفاده از ماهواره در این شبها، در ماهواره ها را، ما نمیگیم تنها شبها همونطوری که عرض کردم، در همه شبها، چون علی علیه السلام میفرماید چشمتان از صحنه هایی که اینها واقعا باعث فساد و گناه هست ببندید، در این شبها در ماهواره های ما را ما ببندیم، برای که نشه مسیر سعادت ما در این شبها عوض شد. جناب استاد رضوی، اصلا در طول سال یک خانواده مؤمن اگر ماهواره داره، خب الحمدلله الان یک وضعیت در صورتی است که هم چنل ها و کانال های مذهبی و مفید هست و هم اونجا کانال های غیر اخلاقی و کانال های دیگه هم که هست. یک خانواده مؤمن باید طور تنظیم کنه اگر ماهواره داره که اون چنل ها و اون کانال ها را اصلا قفل کنه یا اصلا حذف کنه. بله، شکی نیست، نه که فقط در شب قدر اکتفا شه به این. یعنی منظور ما اینه که بالاخره اون صحنه‌ای که فساد انگیز هست، ما مخالف ماورا نیستیم، مخالف اینترنت نیستیم، مخالف فضای مجازی نیستیم و هیچ کسی هم نمیتونه این کار رو بکنه. بله. چون اینها استفاده های خیلی مشروع، استفاده های خیلی صحیح داره، استفاده های پژوهشی داره، استفاده هر ابزار به هر صورت همین به همین صورت هست دیگه. اون چی که منظور نظر ما هست، اون صحنه هایی که باعث فساد میشه، شهوت انگیز، درهای فضیلت را بروی انسان میبنده و اون سهم های شیطان را درش را بروی ما باز میکنه. اینها را ما ببندیم و به خصوص در این ایام که دیگه بالاخره ایام نامناسب برای استفاده از فضاهای مهیج بیشتر هست. بله. فرصت در این بخش تمام هست. یک میان برنامه را همراه با بینندگان عزیز و گرامی میبینیم و برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مولا مدام به آسمان نگاه میکرد و میفرمود آری همین امشب است، شبی که حبیبم رسول خدا وعده داده بود. زیر لب دعا می کرد خدایا مرگم را مبارک گردان، انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عزم سفر دارد علی، سفری که سالها پیش در بدر و احد آرزویش را داشت. دلش هوای فاطمه دارد، سخت دلتنگ رسول الله است. باز هم به آسمان نگاه می کند، ای طلوع فجر، از روزی که علی به دنیا آمده نشده تو بیدار باشی و چشمان علی در خواب، اما این شب آخرین شبی است که چشم علی را بیدار می‌یابی. فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیافت. مهراب در انتظار علی است، به مسجد می رسد، اذان می گوید و خفتگان را بیدار می کند. ابن ملجم در میان آنهاست.
اندکی بعد فریادی محراب کوفه را پر می کند. فزت و رب الکعبه، پشت دین می شکند، زمین آسمان بیتاب می شود، ندایی بلند می شود، به خدا سوگند ارکان هدایت فرو ریخت و نشانه ها و علم های پرهیزگاری سرنگون گشت و ریسمان محکم الهی گسست. صلی الله علیه یا امیر المؤمنین. بله، خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی مجدد سلام عرض میکنم. فردا شب که شب 21 ماه مبارک رمضان و شب شهادت امام علی علیه السلام هست، برنامه به وقت بیداری مهمان ویژه‌ای داره. بله، فردا شب در خدمت عالم عامل مفسر قرآن و نهج البلاغه جناب دکتر عبدالحمید معصومی خواهیم بود. فردا ساعت 8 شب تقریبا بعد از افطار هست، همین ساعت با جناب دکتر معصومی در خدمت شما خواهیم بود. این برنامه را از دست ندهید. برمیگردیم خدمت استاد رضوی و ادامه گفتگو شرح و تفسیر خطبه متقین که در واقع اوصاف پارسایان از زبان حضرت علی علیه السلام هست. بله، بفرمایید جناب استاد. عرض سلام دارم مجدداً محضر شما و همه بینندگان عزیز. در قسمت دیگری از فضائل پرهیزگاران حضرت می‌فرماید: و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. فضیلت دیگری که برای پرهیزگاران هست اینه که اینها گوشهایشان را بر علم نافع برای خودشان وقف میکنند. اگر این کلمه را ما بخوایم این جمله را باز بکنیم، در واقع سه مرحله را باید ما بپیماییم، حالا بر اساس وقت برنامه چقدر ما وقت داریم. بله، اشاره میکنم به عنوان فهرست. مرحله اولش اینه که حضرت میفرماید اون علومی که نافع هست باید شنیده شود. مرحله دومش اینه که علومی که نافع نیست ما نباید دنبال اونها باشیم. و مرحله سومش اینه که بعضی چیزها برخواسته از اوهام و خیالات، از شهوات و امثال اینها، به اینها ما نباید تن بسپاریم و گوش کنیم اینها. در واقع اینها علم نیست، یا شبه علم، یا اصلا ضد علم. بله، ضد علم اصلا. مرحله اولی که اشاره کردیم حضرت می‌فرماید بر علم نافع باید حتما متوقف شود انسان پرهیزگار. تعبیر بسیار تعبیر رسا و دقیق است. تعبیر زیبایی است، خیلی تعبیر پرمحتوا، مثل همه کلمات و سخنان حضرت علی علیه السلام. بله، هم سخن زیباست، هم محتوا زیباست، هم محتوای بسیار قشنگی داره که اگر انسان اینه باز بکنه خیلی چیزهای نهفته ازش خارج میشه. خب علم نافع چیه؟ این حضرت امام کاظم علیه السلام از پیغمبر روایت میکنه. میگه، شاید تعبیری باشه که اکثر دوستان اینو شنیده باشن، یک زمان حضرت پیغمبر در یک مجلس وارد شد، دید احاطه کردن دور شخصی را، دور یک آدم را گرفتن، یاران و اصحاب عده از دوستانش. وقتی حضرت پیغمبر اینجا وارد شد تعجب کردی جمجم و بالاخره گرد همایی چیه؟ حضرت پرسید چه خبره اینجا؟ گفتن که یک آدم آمده که علامه هست. علامه یعنی در زبان عربی کسی که دانش بسیار داره، سخن بسیار میداند، علم بسیار در او در حقیقت وجود داره. بله. بعد حضرت فرمودن که خب چی رقم علامه ای آدم؟ گفته علم انساب عرب را میداند این شخص. از هر قبیله عرب سوال کنی دانشی داره، از پدران مثلا فلان قبیله سوال کنیم این آقا جواب میگه. این علم انساب یعنی علمی که
بن نسب ها می پردازه نسب شناسی, نسب شناسی است. اصل نسبی به کجا میرسه, او قبیله او قوم چه قسمی است بر صورت. بله حضرت فرمودن که خب بالاخره این خیلی فضیلت نیست. بعد حضرت اشاره میکنه میگه اون علم نافع علمیست که علم و سلاسه علم که نافع هست سه گانه هست. آیتون محکمه یکی از علوم نافع اینه که مباحث اعتقادی را حالا اونطوری که صدرا در شرح اصول کافی و عده از محققین مطرح کردن نتیجه ای کلام اینه که آیتون محکمه یعنی مباحث اعتقادی مثل پیامبر شناسی, خدا شناسی, معاد شناسی, اینها را مبدع شناسی با برهان و استدلال انسان یاد بگیره و واقعا هم لازمه. انسان خدای خودش را با اون ادله‌ای که در ذهن هر کسی هست یا در کتب معتبر ذکر شده بشناسه, پیغمبر خودش را با خصوصیاتی که مطلوب و لازم بشناسه, مسائل مبدع و معادش را بشناسه. اینها جمله آیتون محکمه هست که پیغمبر می‌فرماید یکی از قسمت‌های علوم نافع این قسمته. او فریضتون عادله یا مسائل را که راجع به فروع دینش هست, مسائل نماز خودش را یاد بگیره, روزه خودش را یاد بگیره, احکام بازار رفتن, خرید, فروش, زکات, خمس و امثال اینها, چیزهایی که در زمان فعلی ما مورد نیاز هست و جزء فروع دین اسلام حساب میشه, اینها در قسمت فریضتون عادله جای میگیره, اینها را بگیره, اینها علم نافع هست. او سنتون قائمه یا امور اخلاقی را که لازم هست در برخوردهای فردی و اجتماعی انسان از کلمات بزرگان, از فرمایش ائمه, فرمایش پیغمبر, دستورات دینی, قوانین اخلاقی, اینها را یاد بگیره. بله. ببینید حضرت فرمودن پس بنابراین ما میتونیم داخل در علم نافع امور اعتقادی, فروع دین و بایدها و نبایدهای دینی و همچنین امور اخلاقی را جای بتیم. اینها علوم نافع هست. در کلام دیگری که حضرت علی علیه السلام حضرت امام صادق در ذیل حدیث طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه که حالا این حدیث معروف هست همه ما واردیم, حضرت میفرماید ای علم التقوا, اون علم واجب هست که علم پرهیزگاری رو برای انسان یاد بده. بله. ول یقین دانش نافع اون دانش است که با برهان و استدلال برای انسان به دستش برسه و این انسان یاد بگیره. حضرت می‌فرماید و ما خلاهن فضلون, بقیه چیزهایی که مربوط به غیر امور مبدع و معاد انسان هست, زندگی دنیوی و اخروی انسان, بله, اینها میفرماید دانش هست, فضل هست, اما علم نافع نمیتونیم اینها را راخه و کار ببریم. چیزهایی است که بالاخره لازمه زندگی انسان باید یاد داشته باشه, اگر یادم نداشتی هیچ مشکلی پیش نمیاد. بله. خب جناب استاد, بعضی از علومی که امروز رایج هست, چی علوم انسانی, چی علوم غیر انسانی, ریاضی, فیزیک, شیمی, زمین شناسی, کیمیا, اینها منفعت اینها بسیار بسیار عیان و واضح هست. آیا اینا رو نمیشه علمی نافع نامید؟ ببینید ما بیایم طبقه بندی کنیم. درست. اگر واقعا طبقه بندی بکنیم, ما علم نافع را به حد اقلش سه دسته تقسیم کنیم. بله. ببینیم اولویت با کدام یکی از اینهاست. شما فرض کنه آقای نماز خودش را بلد نیست, اما کیمیاگری بلد است. خب کدام اینها علم نافع به حساب میاد؟ بله اون که در اگر نسبت سنجی کنیم همین. بله. دیگه یعنی بالاخره نافع و انفع به اصطلاح. بله حضرت اینطوری نمیگه که سایر علوم به درد نمیخوره, میگه ببینید علومی که علوم واقعی هست و نجات بخش انسان را به سعادت میرسانه این سه تکه علم است. درست. اما بقیه اینها نمیگه اینها علم نیست. حضرت میفرماید اینها فضل است, دانش اضافی است که اگر شما یاد داشتی خب کمال است. این استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا,
ولا تنفذون الا بسلطان، سوره رحمان مطرح میکنه، میگه هر چی رو که لازمه زندگی شماست میتونید به آسمان ها پرواز کنید یاد داشته باشید. اما اگر یاد نداشتید چی؟ شما مقایسه کنید در رابطه با مسائل اعتقادی، در رابطه با مسائل فروع دین، خب مسائل نمازش رو آقا بلد نیست، میره علم ابجد و حروف یاد میگیره. میشه با این تعبیر گفت که یک سر علوم هست که انسانیت انسان با او تکمیل میشه، در واقع انسان با او به کمال میرسه، رشد میکنه انسان، که اونا همو مثلا علومیه که مد نظر امام بوده، چی خداشناسی باشه، چی مسائل اعتقادی دیگر و چی واجبات دینی دیگر و چی اخلاقی. ولی یک سری علوم دیگر هست که این امور زندگی انسان با اون راه میفته که تعبیر به فضل کرده. حالا میتونیم با هر تعبیر بالاخره اینو تقسیم بندی درست بکنیم. یک چیزی هست که باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت میشه که اگر او را نداشته باشی از این سعادت محروم میشی. اینها را حضرت پیغمبر میفرماید جزء علوم لازمه، اما ماخلاه نه، یعنی بقیه اون چیزی که خیلی دخیل به سعادت دنیا و آخرت شما نیست، اما اگر یاد داشته باشی راههای سعادت را برایت باز میکنه، راههای کمال را باز میکنه، راههای تسخیر طبیعت را برای شما باز میکنه. مثل علومی که شما فرمودید، علوم انسانی یا علوم تجربی و امثال اینها دانشه، ارزش هم داره در جایگاه خودش. بله. اما اگر ما نسبت سنجی کنیم، خب نسبت اونها اولویتش خیلی بیشتر از این علوم است که در حقیقت ما میتونیم اینها رو داخل در فضل بکنیم. بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد رضوی. ما عذرخواه هستم که وقت ما تمام شده و مطالب شما تمام نشد. انشالله که در جلسه های آینده، هفته های آینده باز ما در خدمت شما باشیم. باز هم خطبه متقین و دسترخان پر نعمت و با برکت نهج البلاغه انشالله در خدمت شما هستیم. حضور شما گر گناه هم سخت بسیار است، رحمت نیز هست. بر گناه سخت بسیارم خداوندا ببخش، چون پذیرفتار بدرفتار نادانان تویی. بر من نادان و رفتارم خداوندا ببخش. مایداران نقد روز رفته بازارند و من به زر این شهر و بازارم خداوندا ببخش. استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسیار سپاسگزار هستیم که تا آخر برنامه با حوصله مندی ما را دنبال کردین. همراه با کارشناس محترم جناب استاد رضوی، شب خوش و سرشار از معنویت و رحمت و مغفرت الهی برای شما آرزو مندیم. شما را به امان خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. خداحافظ.